عزیز حالتون چطوره؟ امیدوارم که سلامت باشین. توی مدت که شما رو ندیده بودیم واقعا دل من برای شما خیلی تنگ شده بود و گفتم که هرچه زودتر بتونم شما رو ملاقات کنم. از ملاقات ما دقیقا بچه چند ماه میگذره، از ماه دقیقا بهمن بود، درسته؟ از ماه بهمن دیگه شما رو زیارت نکنیم. سلام عزیزم، روزت بخیر، خیلی خوش اومدین. خب دوستان عزیز در منزه، بچه یه نکته خیلی مهمی که باید به شما بگم، تمام کسایی که کار اوریگامی انجام میدن الزاماً نباید حفظ کنن شکلا رو. تمام اساتید توی رشته تماماً از روی پتر نقشه کار میکنن. منم کتاب کارم آوردم، کتاب کار آوردم که شما از جلو نگاه کنین و به نقشه آشنا بشین. حفظ هم بچه میشه درست کرد به مرور زمان. شما زمانی که خیلی پیشرفت کنین میتونین تمام این خطوط و خطتا رو حفظ کنین، ولی الزاماً بدون نقشه نیست که مثلا حتما باید بدون نقشه کار کنین. نه، من کتاب آوردم جلو که از نقشه کار کنین. خب با نام خدا شروع میکنیم. مبحث همین شبکه‌های فضایی، اولی بخشی که شروع میکنیم این شکلی تو خالی مستطیله، اینو شکلش آموزش میدیم که بریم سراغ این هرمه. خب بچه ها کاغذ مربع شکلمونو بر میداریم. خب اولی تایی که میزنیم سه گوش کاغذ از وسط سه گوش تا میکنیم. بله بله، کاغذ سه گوش. دقت کنیم بچه، برای تا کردن از ناخونتون استفاده کنیم. یه خط ناخون که بکشین کافیه، خط تاتون دقیق در میاد. پس دوستان یه خط تا که زدیم سه گوش، از جهت دیگه هم همین کار رو انجام میدیم. پس کاغذ مربع شکل رو از دو جهت خط تا میزنیم با ناخونمون، قشنگ اینو دقیق تا میکنیم. بله، از دو طرف. دوستان عزیز معمولا تو تمام شکلای اوریگامی این خط تای دو طرف الزامیه که این خط رو بزنیم. خب این دو تا خط تایی که زدیم، خط تای بعدی کاغذ رو به صورت لوزی رو میز نگه میداریم، گوشه بالا رو رو خط وسط عشان دقیق نگه میدارم، بعد با ناخون خط میندازم. همین کار رو با سمت دیگرش انجام میدم. باز میکنم سمت دیگه یه کاغذ. دوستان هر جا قسمتی اشکالی داشتین سوال کنید. خب این دو تا خط تایی که زدیم، خط تای بعدیمون اینه، قسمت بالای دوباره همین کارو نصفش دوباره به دست میاریم. نصف این خط تایی که زدیم نصفش رو به دست میاریم، دوباره دقیقا روی خط. بچه خط تای قبلی دقیقاً معیار اندازه‌گیری ماست. زمانی که ما این خط تا رو در نظر میگیریم، خط تای بعدیمون دقیق‌تر انجام میشه. برش میگردونم همین خط تا رو با سمت دیگرش قرینه همون خط انجام میدیم. ببینید دوستان به این حالت.
بله این میشه. بله بله درست. قشنگ. آفرین. خب دوستان این خط تایی که زدیم رو همین خط تای قبلی که خورده شده تکرار میکنیم، یعنی برش میگردیم. یه دونه این، یه دونه اون سمتش. دو طرف رو برمیگردیم. روی چی؟ قسمت همون خط تا. خب متوجه شدین تا این قسمتشو؟ خب کارو به پشت برمیگردونم. به پشت. یک کدوم از این قسمت ها بالا یا پایین فرقی نداره. لبه این قسمت نوک گوشه رو میرسونم به خط وسط. خط وسط تا. شنگ با. بخشی دوست. بله بله. استاد مرسی من گلاب بروتون گیره درستم دستشویی نفهمیدم چی شد پشتش. خواهش من بله بله یه باری تنجش رو متوجه شدی؟ تنجش نه همینجا رو متوجه نشدم. اینجا متوجه نشدی. یه بار دیگه از اول باز میکنم. این خطت هایی که زدیم یادته؟ بله بله اینو یادم. خب باز کردم نصف اینو خطت ها زدم به اینجا. این نصفی، اینم نصفی به همه خطت های قبلی. این شد. بله متوجه شدم اینجا. خب حالا همین خط تا رو برگردون دوباره روش. اینم برگردون روش. رو همون خط تا برمیگردونیم. خط تا اضافه نمیزنیم. رو همون خط تا برگردون روش. میشه چنین شکلی. متوجه شما فکرم بود. حالا کار رو برگردون به پشت برگردون. برش برگردون. یه قسمت از این دو طرف، یک سمت این و یه این، فرق نمی کنه. یک دونه شو به سمت خط وسط تا می کنی. پس پشت کار شده، ببین من کار رو برگردوندم. تا می کنیم به خط وسط. تا اینجاش متوجه شدی؟ خب. بله. دوستان عزیز کار به صورت افقی رو به خودتون نگه می داریم، به صورت افقی. سمت روبه خودتونو روبه سمت روبه خودتونو تا میکنیم به خط وسط. خط تای وسط دقیقا حواستون باشه الان هرچی میریم جلوتر بعد دقت کارتون انقدر بالا باشه که خطا نداشته باشین. اگه خطا داشته الان این چیز کارم میتازین ما قبلن درست کرده بودیم. میدونم بچه ها. ببین دوستان عزیز این بیس مشترکه که یه یاداوری میشه. الان ما استارت کار اینو که زدیم سریع میریم سراغ چی؟ هرممون. پس اینو بعد اول آموزش بدیم چون غیر از شما کسایی هستن که هنوز نمیدونن این قسمت شبکه های توخالی مستطیل چجور ساخته میشه. پس ما به خاطر اونا باید یه عقبگرد داشته باشیم. خب شمایی که یاد گرفتی پس سریعتر شیش تا از اینا برای من درست کن. باشه آماده باش تا من کار بعدی رو بدم. خب دوستان این تایی که زدیم سمت دیگرش هم همین کار رو میکنم. روبش تا میکنم. بله بله. حالا ما اون شیشتایی که جور کردیم همین رو درست کنیم. درسته؟ بله بله. من صدات شناختم. کهرت هم شناختم. حالا چطوره؟ خوبم ممنون. روبره ای سلامتی؟ بله ممنون. من اسم شما رو فراموش کرده بودم. استاد وقت میدین که شیشتای دیگه هم درست کنیم؟ وقت نمیشه؟ نه وقت میدین. بله وقت میدیم. ما یه صد الان وقت میدیم به شما. ممنون. بله راحت باش. خب دوستان تا اینجاشو متوجه شدین؟ خب مرحله بعدش خب بچه یه دونه ازتون یه دونه مداد یا خودکار میخوام که کنارتون باشه تا خب دوستان عزیز این خطتا رو میبینیم. این خطتا خودش افتاده بود. این خطتا رو شما با مداد یا خودکار پررنگش کنیم. بنویسین شماره 1
شماره یک. خب این خط تاک پس خودش بود. خط تای دو رو میخواییم به دست بیاریم بچه ها. این قسمت لبه کار رو من تا میکنم به خط شماره یک. میبینیم؟ اینا رو الان رسم کنیم، بعدا تو ذهنتون دیگه انجام بدیم. فقط میخوام متوجه شیم که خط تا چجوری به دست میاد. شماره یک رو که داریم، این خط تایی که زدم با مداد یا خودکار یه خط داخلش بکشیم، بنویسین شماره دو. یعنی خط تای دو به دست اومد. پس خط تای یک رو داشتیم، خط تای دو رو تا کردیم که به دست اومد. تا اینجا شما متوجه شدیم؟ مرحله بعد نوک تیز، این نوک تیز، نوک پیکان، اینو من برمیگردونم میرسونم به آخر خط، آخر این کار تا میکنم. بچه ها خط تای چند به دست میاد؟ سه. بار کلا پس یه خط وسطش میزنم، اینجا می نویسم شماره 3. الان ما بچه ها 3 قسمت مساوی کارو تقسیم کردیم، 3 قسمت مساوی، 1 2 3. خب قسمت بعدی نوک تیز این گوشه رو می رسونم به شماره 1، خط تای 1، خط تای 1 تا می کنم. خط چند به دست میاد؟ 4. پس این قسمت وسط هم یه خط میندازم، اینجا مینویسم 4. 4 نوک این تیز میرسه به شماره 1. 1 خط تای اول بود اگه یاد باشه که خودش داشت. خط شماره 4 به دست اومد. درسته؟ مرحله آخر نوک تیز این میرسه به شماره 4. نوک این تیز شماره 4 میشه نوک تیز این برسه به شماره 1. شماره 1 که برسه 4 به دست میاد. این 4 به دست اومد. این خط آخر، خط آخر 5 که دیگه نمیخوای بنویسی، فقط این نوک تیز میرسه به شماره 4. دوستان کار ما چند قسمت شد؟ 1 2 3 4 5 قسمت. خب این 5 قسمت بچه بعد قشنگ بچرخه، یه دونش بره تو اون قسمت، این به این حالت بعد تو خالی در بیاد. چی کار میکنم؟ قسمت آخر که شماره 5، قسمت آخر که شماره 5 بعد بره تو این شکاف خط اول. ببینیم بچه ها به این حالت بعد ببریم تو این شکاف، قشنگ حلش بدیم بره داخل، اینجوری یواش یواش آروم حل بدیم بره داخل، به این حالت بره تو، بره تو. برای اینکه بچه بهتر بره اینو قشنگ بخوابونیمش، بخوابونش رو میز با ناخون قشنگ خط بنداز، برش گردون قیقا با ناخون از جهت بله بفهمیم بفهمین. آفرین. صدای شما رو ندارم، بفهمین. متقاعد که صدا شد. خب متقاعد شدین تا این قسمت دلی برد. وقتی این که دوباره اما اول ما سه گوش زدیم بعدش چی بود؟ این مبحث رو میگین؟ بله بله. لا کنین شما بعد 5 قسمت. نه اما اول که گفتین یه تای سه گوش بزنیم، اون اول کار، کل کار اول اولش. آره میخواستم فقط بدونم بعدش آها اول اولش رو دوباره بگم. آره اگه فقط اون قسمت اول کتاب رو نشونت میخوابدم متوجه میشی؟ ببینیم ببین اول کار از این سمت میخوای ببینی؟ متوجه میشه اینجوری قشنگ مشخصه؟ اگه همون رو به خودتون بود بهتر بود. میخوای بسازم اگه سختته؟ استاد فکر کنم الان که دیدم بهتر نه یکم که الان دیدم یادم اومد.
دوباره میسازم چون بعد من تعداد درست کنم میگه دوباره نگاه کن سه گوش بود استاد الان از این مکعبو چند تا درست کنی؟ شیش تا درست کن شیش تا چشم بله شیش تا درست کن که منم بعد درست کنم همگی با هم پس دوباره تکرار همون کار می‌بینیم بچه‌ها زمانی که یه دونه درست کردی معمولاً تو حافظت ضبط میشه دیگه احتیاج نیست کتابو نگاه کنی شیش تا درست کن اشکال نداره بعداً تهیه می‌کنی دیگه رنگا رو جور می‌کنی پس بچه‌ها زمانی که ما کار اول انجام دادیم کارهای بعدی میتونیم سریعتر پیش ببریم این علامتی که بچه با مداد یا خودکار زدیم فرضیه زمانی که شما حرفه‌ای شدین یاد گرفتین دیگه احتیاج نیست خودکار یا مداد بکشین فقط خواستم بگم که با مداد خودکار بکشین دقت کارتون میره بالا و سریعتر مباحث حفظ میکنید خب من تای آخرم زدم دوباره این میره داخل این ببینید بچه ها این قسمتش یک کم اضافه میاره برای اینکه اینجوری پیش نیاد من این کار رو به این حالت برمیگردونم روی میز روی سطح صاف با ناخن خط میکشم که این قشنگ بره داخلش چفت بشه از سمت دیگه شم همینطور دو عادت کنین دوستان با ناخون خط بندازین دیگه احتیاج نیست یه خط تا رو دو بار اعمال کنین با یه رفت و برگشت ناخون کاغذتون دقیقا اون شکلش به دست میاد بعضی بچه ها هستن با انگوشتشون یه فشار میده ولی یه بار ناخونتو بکش و اینجوری تمام میشه راحت تر دقیق تر اندازه گیری میشه بچه من یه مقدار سری میرم جلو میخوام تعداد کارم رو مدیریت کنم زودتر انجام بشیم وقتمونم بعد در نظر داشته باشیم دوستان سوالی ندارن در منزه؟ استاد شماره 4 رو یه بار دیگه میگین شماره 4 شماره 4 رو؟ بله این خط وسط رو زدین؟ خب اینو تا اینجا زدین شماره 4مون میشه این خط تا بعد این شماره 5 بله بله من تیکه اولش یه بار دیگه نشون بدید من تیکه اول اول بله یه تیکه اول تای پوش اونو نفهمیدم اولش که این بود درست بعد از این
بعد این دوتا بعدش باز میکردیم این دوتا بعدش بعد این تکرار تنجای خدا شدید بله بله بعد به پشت برمیگردیم درسته؟ این سمت بله تو من میگیم این تا میکردیم بله تو من میفهمیدم فهمیدم این تا این تا این تا اینجا خط تای اولی که داشتیم دوم این بود دوم بود اجازه بله چشش سوم از وسط بود چهارم این خط تا میرسید به این خط اولی بعد این خط تا بله در خدمت هم بفرمایید هم بفرمایید با من کار داشتیم خط تای سه از وسط تا میکنیم کل کاغذ از وسط یعنی اینجوری نگاه کن کل کاغذ از وسط تا میشه میشه به این حالت این خط تای سه طبق اون دستوری که اگر من گفتم انجام بدین تو حافظت میمونه خط تا نه اونجوری نه باید دقیقا اندازه این میشه نگاه کن این اندازه رو میبینی؟ این اندازه دقیقا باید اندازه یه هم بره تو ببین کجا رو رو خط تا وسط ببخش بله بله یکیش آروم درست میکنید ببخش یه دونه از اول آروم بله از اول اول باش بذار این سومی رو من ببرم داخل از هر موقع استارت رو زدی از اول به من خبر بده من اینو ببرم داخل تا یه دونه اول اول شروع کنم استاد بفرمایید اینو بدم داخل بعد با هم شروع میکنیم شما یک دو سه رو بگو با هم شروع میکنیم از کاغذ اول اول شروع کنیم اینو بزنم خب دوستان سه تا مکعب مستقیم خب شروع کنیم بله بفرمایید آماده ای؟ خب خط تای اول مربع میشه یه سه گوش با من انجام بده خب خط ناخون باز میکنیم کار برمیگردونیم دوباره همون سه گوش عجلت دیگه با خط ناخون باز میکنم خب بچه دوتا گوش های بالا رو مثلش فرض میکنیم کاغذ لوزی شکله میرسونم به خط وسط شنگ با ناخون برش میگردونم سمت دیگه تون که انجام نمیدم درسته تا اینجا درست هر موقع تون انجام دادم سریع به من خبر بده باشه خب این دوتا گوشاری که کار کردیم رسونیم به خط وسط دقیقا بچه سعی کنین خیلی دقیق تا کنین یک میلیمتر اگر کم یا زیاد تا بشه زمانی که هی داریم میدیم جلو خطی تایی بعدی رو میزنیم خطامون اگه میلیمتر میشه دو میلیمتر سه میلیمتر بعد اون شکلی که میخواییم در بینیم دقیق در نمیدیم پس اینه که تا کردیم بازش میکنم خط تا افتاده بالا گوشه های بالا رو میرسونم به این خط تایه. تا میکنم یک استاد کیشتا تموم شد باری کلا به شما آفرین خب بذارید دوستمونم به ما برسه خب این دوتا رو که تا کردیم بچه ها دوباره درش میگردونم به رو همون خط تایی که داره ببین اضافه تا نمی کنی همون خط تایی که داره برش گردون دوباره با ناخون خط بکش کارو به پشت بر میگردونیم یه قسمتشو فرق نمی کنه بالا یا پایین فرقی نمی کنه یه قسمتشو برسون به خط وسط تا به این لبه وسط خط وسط قشنگ با ناخون خط میندازی رنجش متوجه شدی
بله. خب به صورت افقی کاغذ رو، این عمودی بود، به صورت افقی رو به خودت نگه دار، پایین و بالا، پایین و بالا رو یکی یکی لبه این خط. ببین پس الان این پشت کارا روی کار این بره، پشت کار اینه، پشت کار رو میرسونیم به لبه اول، میرسونیم به خط وسط، تا میکنیم باشن دقیقا روی خط دوستان بیفته، نه عقب نه جلو، روی دقیقا خط با ناخون خط بنداز. سمت دیگه کاغذ همین کار، دقیقا لب به لب قرار بگیره، نه جلو نه عقب. ببین ببینی چقدر لب به لب مماس به مماسه، شما باید این خطتا رو دقیق تا کنید، نه از این بر اضافه بزنه بیرون نه از داخل، ببین دقیق باید این خطتا در بیاد. خب تا اینجا اشکالی نداری؟ نه استاد. خب این خطتاه، خطش افتاده، یه خطتا اینجا داریم، این خطتاش افتاده، شما اینو دقیق ترش کن، پررنگ ترش کن، ناخونت خطشو بنداز. این خط داریم، این خط تاییت باشه شماره یکمون بود، یعنی خودمون داشتیم. خط تای دو میشه این لبه اول میرسه به یک، میشه خط تای دو، من مینویسم دو که متوجه. بازم آرومتر؟ چشم. پس خط تا رو داشتیم، اینو که یادته، اینو داشتیم. باشد جانم جان، بخش یه دقیقه برمیگرد این اقعه چقدر برگردم اقعه؟ استاد تا جایی که گفتیم لب لب باشه، یعنی اینه رو باز کنم، یعنی اینه رو باز کنم اینجوری؟ نه نه نه، تا جایی که گفتیم لب لب باشه. خب لب لب اینه، درسته؟ بله بله، این بود، این شکلی همونه. این خطه تا رو میبینی؟ اینه خود کاغذت قبلا داشته، فقط شما بیشتر دقیق‌ترش بنداز خطه. این خطه شماره یکته. استاد نانکلی میگه من نمیتونم. کی نمیتونه؟ نانکلی. آخ آخ نانکلی، باشه بگو خودم میام من درست میکنم. توی چت گفته من سرعتم پایینه نمیتونم. چرا؟ دیگه از این، دیگه از این راحت‌تر، دیگه از این آروم‌تر میخواد. بگو نانکلی یه خورده دست نگهدار، من دارم دوباره برمیگردم عقب. ببین شیشته داریم از این شبیه هم درست میکنیم، یعنی شیشتهاش، یعنی شما شیشته کار رو شبیه هم درست میکنی، برات راحت‌تر میشه. اگه یه دونه بود بله سخت. نانکلی یه خورده دست به جان بود، باریکلا برم. خب دوستای عزیزمون تا اینجا شما متوجه شدیم؟ بریم مبحث بعد. خب این خط تا که داشتیم، درسته؟ من نوشتم شماره یک. این بچه این نوشته رو می‌نویسم که شما دقیقاً یاد بگیرین، بره تو حافظه‌تون، دیگه خط تاتون رو دیگه با خودکار مداد نزنین، ولی اینی که من می‌زنم ذهنتون قوی‌تر میشه. شماره یک رو زدم، شماره دو می‌نویسم. دو کسی میتونه بگه سه چی بود؟ استاد رخ فروز میگه تای پشت بالا پایین نداره. پشت کاغذ؟ من نمیدونم، توی چت اینو نوشته میگه بپرسه، نمیدونم چی منظورش چیه. نوشته نمیشه گفت، تصویر منو نداره مگه؟ چرا توی چت همین الان آنلاین گذاشتی، چت هم داره، داره تو چت مینویسه. آها داره مینویسه. خب بگو با من صحبت کنه. نمیتونه؟ نمیتونه که داره به من میگه دیگه، نمیدونه. باری کلا که نمیتونه. استاد شما تو مانیتور بغلتون میتونین چت رو بیارین و خودتونم ببینین؟ خب الان من نمیتونم چند تا کارو با من انجام بدم، دستم بنده. الان استاد یه میکروفونش بس نمیشه، برای همین نمیتونه صحبت کنه. آفرین، عیبی نداره. الان تصویر منو میتونه ببینه یا نه؟ به من اینو بگی. بله میتونه. خب ولی سوال داره دیگه. خب ببین سوال داره، من برمیگردم دوباره چند تا مرحله قبل. خب متوجه شد. خب الان چند مرحله برگردم عقب، دقیقا اشکال کارشو متوجه میشه.
ما دو تا خط تا اینجوری داشتیم، یعنی سه گوشه که زدیم دو تا خط تا اینجوری داشتیم. بعد گوشه های بالا رو دو تا اینجوری زدیم، دو تا این درویش صدات بازه، دو تا اینجوری زدیم. بعد اینو تکرار کردم، تکرار این شکل در اومد. بعد کار به پشت برگردوندم. یه دونه از این گوشه ها فرق نمی کنه، اینو تا کردم به خط وسط. همین کاری که به پشته همینو باید دوباره تا کنم. کجا؟ پایین و بالا روی خط وسط، روی خط وسط تا کردم. سمت دیگه‌ش هم روی خط وسط تا کردم. چنین شکلی در اومد. این خط تای اولو داشتیم. خط تای دوم چجوری به دست میاد؟ این لبه کار اگه برگردیم روی خط شماره یک، خط دو به دست میاد. پس الان ما کاغذمون از طول دو قسمت مساوی شد. کل کارمون باید پنج قسمت بشه بچه، پنج قسمت مساوی. پس الان دو قسمتش به دست اومد، شماره دوش به دست اومد. شماره سه دوستمون گفت که از وسط کاغذ رو تا کنیم، یعنی کل طول کاغذ از وسط تا بشه. درسته؟ خط میندازیم. خطه به دست اومد شماره چنده؟ سه. مینویسیم سه. خب کسی اشکال داره تا اینجا؟ هر دوستان منزه در منزه کسی اشکال داره؟ اونی که یه خورده دیر انجام میده دیگه یه خورده دقتش ببره بالا، با ما شروع کنی که زودتر کارو به انجام برسونی. خب بچه خط شماره سه که به دست اومد، شماره چهار چی بود؟ نوک تیزه این میرسه به شماره یک، یک این بود خط اول، میرسه به شماره یک تا میکنه. این خطی که تا میشه شماره چنده؟ چهار. خطی که به دست میاد شماره چهار. من همیشه برای خودم می نویسم، شما هم این کارو کنید. چهار. آخرین خط پنج دیگه، نوک تیز این، نوک تیز این گوشه میرسه به شماره خط چهار، میشه خط پنج. خط پنج دیگه شماره نمیخواد بنویسی، مشخص این پنج. کل کاغذم به چند قسمت تقسیم شد دوستان؟ پنج قسمت مساوی، یک دو سه چهار پنج، پنج تاست. یه دونش میره تو اون اولیه که بشه چهار قسمت، یعنی مستطیل ما چهار وجه داشته باشه. پس این قسمت آخر میره تو این شکاف، این اولش شکاف داره، میبرمش تو این شکاف، هلش میدم میره تا آخر به این حالت، هشن هلش میدم بره، میخوابونمش، خط تا رو میزنم از چند جهت بهتره. ببینیم بچه دقیقا اینا همه هم اندازن. ببینیم بچه ها باید دقیقا هم اندازه باشه، یه دونه کوچیک یه دونه بزرگ بعدا تو داخل هم بردن به مشکل میخوریم. حواستون باشه خط تا رو دقیق بزنید، دقتتون بره بالا. خب دوستان اینا رو یاد گرفتین، میریم روی این قسمت سه گوش. دوستان این سه گوش، قسمت سه گوش، این پتر نقشه ما، نقشه گوشه های هرممونه. میخواییم الان اینا رو آموزش بدیم. نه تمام نشده، نشونه دوستمون دادیم یه خورده، آره نشونه دادیم که یه خورده بچه ها حوصله‌شون سر نره با این شکله، بگن چقدر تکراره آقا. با من دو تا دیگه هم درست کنم دیگه، کم آوردم. از دوست عزیزم تقاضا میکنم برام رنگ سبز دو عدد دیگه بیاره،
متشکرم از لطف شما. دوستان در منزل کسی سوالی داره تا اینجا؟ چون من ندارم. بله شما که ماشاءالله سیستم رو بسازید اگه میشه. بسازیم بله، من الان منتظرم که شما بسازیم. بله. ناراحت نباش. من البته چی سر درست کرد. خیلی طولی. جانم با من بودی؟ میگم عباسیان چجوری درست کرد من سیستم رو؟ عباسیان یه وقت میگه در منزل داشته کنار گذاشته بوده کنار، دو سه تا زاپاس گذاشته بوده کنار یه دفعه من تو کمد مدرسه داشتم بعد با خودت نبرده بودی درسته، ولی کاغذه اورگامی که اون موقع بود و آورد. باری کلا به شما. خب شما که در منزل هستین بچه ها، مبحث بعدمون ایفولت، شما هم خامنین دیگه کار میکنین جانم. بازه میشه شکل اصلی خود چیزو ببینم بعد این چهار شیش دار اگه ساختیم؟ بله این هرم هست، این هرم، این هرم رو میبینین توی عکس. بله استاد این هرم چند بچه دقیقا این شبکه ها بچه میره داخل هم مثل بچه پیچ و مهره‌ای که توی سازه استفاده میشه، اینا خودش سازه است، میره داخل هم. وقتی که داخل هم فیکس میشه، چفت میشه تو هم، شکل هرم در میاد. بعد شکل خیلی زیبایی داره. این شکل مثلا لوزیه. این چند بچیه؟ شیش بچیه. ببین شکل زیبایی داره. هر کدوم که انجام میدیم شکلای زیبایی از داخلش در میاد. فقط بچه ها این مستطیلا رو میبینی؟ شبکه های مستطیل همه مشترکه، یعنی این شکل امروزی که دارم بهتون یاد میدم همیشه اینو یاد بگیریم برای کارهای بعد استفاده میشه، یعنی شبیه همین شکل هست. فقط چیش اضافه شده؟ این گوشه هاش فرق میکنه هر کدوم از این شکل ها. بله بفهمید. کلاس بعد چی میخوان یاد بدین؟ کلاس بعد منظور ساعت بعده؟ بله بله. ساعت بعد مبحث کاردسته ایفولت. ایفولت میدونی چیه؟ نه. مقوایی هستش کنگره‌ای، خب یه سمتش صافه یه سمتش کنگره کنگره است. به وسیله لوله کردن خب شکلای حجمی زیبایی میشه از داخلش در آورد. مثلا امروز میخوام استارت کار موتور موتور آموزشون بدم، موتور آموزش بدم جانم. بگو ما تنظیم مقابل ها نداریم. درسته ندارین، ولی میدونی برای چی ندارین؟ علتش اینه که شما در منزل هستین، اگر مدرسه بیاین من آوردم برای همه. تو این کرونا با بیاین مدرسه؟ آها کرونا یعنی شما دارین من ندارم یا من دارم شما ندارین؟ آقا دارین ما ندارم. ما معلم ما میتونیم اینجا باشیم، شما نمیتونید. گلپ سرماست، ماسک میتونی بزنی، با فاصله میتونی بیای بچینی، خب تدابیر امنیتی بهداشتی در نظر بگیری میتونی بیای، سخت میگیری. ببین ما الان با بچه که نشستیم اینجا با فاصله دو متر با هم فاصله نشستیم، خب شما هم میتونی بیای با فاصله. شما یعنی در از شما تو این چند ماه از خونه خارج نشدی؟ چرا استاد موقع کیز اومد مال یک شنبه اومد. آقا اولین جلسه اومدم کلن دو نفر بودیم و دیگه بیشتر شدیم. خب میخواستی چیکار کنم؟ نه خب ببین شما اگر حواستون باشه به جوانب بهداشتیش میتونیم بیایم مدرسه. ببین الان شما الان در منزل هستین، خب اگر بیاین مدرسه، حالا این جلسه اوله آنلاینه، جلسه بعد چهارشنبه بعد میتونین حضوری بیان که من وسیله آوردم استفاده کنین. حالا مثلا مقوای فولد میگی ندارم، ولی خب من آوردم، اگر بیاین مدرسه استفاده میکنین. غیر از اینه چهارشنبه بعد مگه نمیدونین هر چهارشنبه تا پنج تا چهارشنبه من در خدمت شما. اوشه سالی خودتون میتونین بگیم مثلا چه وسیله نیاز داریم که ما بتونیم بریم تهیه کنیم؟ شما نمیتونی تهیه کنیم، میدونی برای چی؟ چون مقوای ایفولت اصلا نیست جایی. خب
اگه داری دوست ببین چون نیستش، چون نیست، اگر بتونی تهیه کنی که حرفی ندارم، مقوای ایفولت که امروز دارم آموزش بدم شکلشو نشونت میدم، اگه تونستی تهیه کنی میتونی، چرا که نه تهیه کن نشون بدیم. بله بله بذار این جلسه کار اوریگامی اون ساعتش تموم شه، ایفولت که شروع کردیم وسایلاش هم بهت نشون میدم. خوبه؟ حالا شما حواست به ساخت این شیشته باشه فعلا. من 4 تا این آخری میرم، یه دونه 5 تا، یکی دیگه هم درست کنم 6 تا، بعد بریم سراغ 3 بوشش. جانم سوالش بپرس. خب شما هم که 6 تا آماده شده من اینو ببرم تو این. خب بچه از دوستانمون چه خبر؟ همه حالشون خوبه؟ هم از دوستان رفیقاتون ما که از هیچ که خبر نداریم. ایشالله که همه حالشون خوبه دیگه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر که همه حالتون خوبه. خیلی وقت هم شما رو ندیدیم، دلمون تنگ شده، ولی سلام من رو خدمت تمام به دوستاتون برسونیم، اونایی که ندیدیم. خب این پنجمی. خب آخریش هم استاد باید کاغذ اورگانی هم باید بخریم؟ ببین بچه ها متشکرم، کاغذ اوریگامی باید باشه مخصوصش، چون داریم کار انجام میدیم. خب چون داریم کار انجام میدیم باید حتما انجامش بدیم. با کاغذ خود اوریگامی باید باشه. ببین بازم الان اصلا این کاغذی که شما در اصول میکنی کاغذ اوریگامیه؟ بله 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 اوریگامیه، مخصوص کار خود ماست. خب مخصوص همین کار. حالا اگر خواستی مدرسه براتون تهیه میکنه. خب دوستان در منزل شیشته کارتون آماده شد؟ بله. خب منم آماده شد. آخریشو بزنم دیگه بریم سراغ اون هرممون. آخریشو بزنم دوستان. من یه دونه مونده برام. شما اسمتون چی بود؟ فرزانه بزرگ میشه. من فرزانه هستم. بهمه آقای فرزانه حال چطوره؟ مرسی استاد. خوب استعدادت به جا آوردم. بله. خاله که سلامت باشی. استاد من تونستم دو تا درست کنم. از مطلع دو تا؟ نه آخه استاد نفهمیدم. کاغذم پیدا نمیکردم. یعنی چی پیدا نمیکردم؟ یعنی کاغذ نداری؟ پیدا نمیکردم. نمیستم جاش کجاست. جاش کجاست؟ خب کاغذ آچارم نداشتی؟ هیچی نداشتی؟ پیدا نکردم، مجبور شدم از آچار استفاده کنم. خب الان یکی دو تاشو که فهمیدی درست کردنشو. آره. خب دیگه تمامه، دیگه یاد گرفتی. حالا تا زمانی که کاغذت به دست درست پیدا کنی دست نگردار، 6 تا بعد آماده کنی دیگه. تو دارم با آچار آماده میکنم. آماده کن. آره آماده کن. فقط سریع‌تر که ما شیشتمون همه تموم شده آماده این. دوستان حضوری مدرسه‌مون هم منتظر منن الان. شما هم زودتر شیشت آماده کن که شروع کنیم مرحله بعد. خب این داخل درست نرفت. ببینیم ایراد از کجاست. ایراد از تش. در منزل یک نفر شیشتش. آره آره من بیشم. خیلی فقط سوال میپرسه. خیلی میپرسه؟ آره. سواله چی؟ مربوط به کلاسه؟ نه تمی تو کلاس جعفری میگم خیلی سوال میپرسه. آه سوال میپرسه؟ ایبی نداره، اشکال نداره. خب من شیشتم دوستان آماده است. دیگه میریم هرم. خب میریم هرم با رنگ دیگه. خب اینا رو بذارم کنار. دوستان آماده باشین.
پایه اول هرم ها. خب کاغذ از وسط مستطیل. پس بچه این دفعه کارمون تاش اولش فرق داره با بقیه، اولش مستطیله، اون قبلیمون سه گوش بود. پس مستطیل خط رو اول میزنم دقیقا با ناخون خط به این حالت. یک بار دیگه خط تاب دقیق. دوستان با ناخون بزنه کارم خیلی دقیق در میاد، شما هم همین کار کنید. ببین چقدر خط ما تمیزتره، صافتره. خط تای یک رو زدم، خط تای دو، خط تای دو. دوستان دقت کنی از این بعدی خور کارمون داره سخت میشه. گوشه پایین سمت چپ کاغذ من، خب ببین چپ کاغذ من این لبه پایین گوشه رو من میارم میرسونم روی خط تا، نگرش میدارم. خب روی خط تای وسط گوشه پایین سمت چپ میاد روی خط وسط، نگرش میدارم. خب جوری تنظیمش میکنم روی خط. ببین از خط نباید دوستان بیرون بزنه، ببین نه سمت چپ نه راست، دقیقا نوک تیز این باید روی خط تا قرارش بگیر. خب به سمت پایین گوشه پایین سمت راست نگاه کن، گوشه سمت پایین راست تو با یکی انگشت دقیقا نگرش دار، یه خط تا بزن این گوشه رو، خط تایی که زدی با انگشت نگرش دار، با سمت دیگه دستت انگشت اینو دقیق روی خط وسط خط تا نگرش دار تا بزن. توضیح میدم. یه بار دیگه میگی؟ بله بله توضیح میدم، دوباره توضیح میدم، نگران نباش توضیح میدم. نگاه کن یه بار دیگه، یه بار دیگه نگاه کن، نگاه کن یک بار دیگه. خط تایه اولم این خط تایه وسط خط انداختم بازش کردم. خب تا اینجا شما متوجه شدیم؟ خب پایین کاغذم، پایین کاغذ ببین این خط تایه وسط بازش کردم. سمت کاغذ سمت خودت، روبه خودت رو نگاه کن، روبه خودت. بله از کاغذ الان مربع شکل خط وسط عمود که تا زدم، خب خط عمود رو به خودته. پایین کاغذت کجاست؟ پایین کاغذت، پایین کاغذی که سمت خودته، بالاشو کاری نداریم. قسمت پایین کاغذ، پایین کاغذ سمت چپ کاغذ، ببین کاغذ سمت چپ داره راست داره، راستشو فعلا کاری نداریم. با سمت چپش چپ کاغذ رو بیار بالا بذار روی خط وسط. خط وسط به شما نشون میده که علامت دیگه، من اینو با مداد پررنگش میکنم بهتر متوجه شید. یه یکم این ور رو خط نبود عیبی نداره؟ چرا خیلی عیب داره اگر انجام ببین الان خط بکشم متوجه میشی که به این دقیقی بتا کنم. توی اوریگامی بچه اگر یک میلیمتر خط تا کج در بیاد اون شکل اون اصلا در نمیاد. الان هم تازه کارمون انقدر دقتمون باید بالا باشه که این هرمه توش در جانم. استاد تا کجا بیاریم بالا؟ خب الان میگم خط و وسط رو من با مداد کشیدم که بفهمی پررنگش. پس کاغذ سمت چپ، لبه مربع سمت چپ، چپ پایین میارم روی خط مدادی که اینجا کشیدم. خط مداد همون خط وسط هم میارم این بالا نگرش میدارم فعلا تا نمی کنم. سمت راست کاغذم کجا بود بچه ها؟ سمت راست کاغذم این بری میکنم، ببین سمت راست کاغذم این بود. دقیقا بعد انگوشت رو بذار روی سمت کاغذ، از این لب خط بیفته روی این لبه، یعنی این لبه بالا واقعا دقیقا روی خط باشه، از این برم روی این خط، اینو تاش میکنی به این حالا خط تا میزنی. دا کن از اینجا گوشه سمت چپ کاغذم اومد روی خط وسط، از این سمتم
اینجوری تار شد. دقیقا از این بر پنج. چنین شکلی باید در بیاریم. آفن. پس از این بالا باید روی خط مماس باشه. از این برم از اینجا باید روی این قسمت. استاد دوربین چیز بله بدید زنگ خور بطش کن بطش کن استاد دوربین فریز شد بله بله تلفن زنگ خورد خب تا اینجاش دوستان در منزل متوجه شدین چی شد یه بار دیگه باز میکنم نگاه کنین این خط تایی که به دست شما روی خط وسط مماس از این سمت هم روی این خط خط سمت راستم پنجره متوجه شدیم؟ خب حالا گوشه سمت راست رو بچه بلند میکنم میارم روی این خط مبدأ روی این خطی که به دست اومده پس این گوشه سمت راست رو میارم روی این خط میذارم دقیقا روی این خط نگر میدارم تاش میکنم دوستان چه شکلی به دست میاد؟ یه لوزیه دقیقا بچه اگر اینو بیارین روی این تا کنین با مداد نگاه کن اینجا یه لوزی به دست میاد یه لوزی به شکل لوزی از اینم از این برم این خط عموده خط عمود از پایین روی خط ببین دقیقا چقدر صاف چنین شکلی در اومد ببینیم خب باز میکنم یه بار دیگه نگاه میرسه به این بالا این لبه پس شکل لوزی به دست میاد تا اینجا اشکالی ندارین که نخیر خب مرحله بعد مرحله بعد این قسمت سمت راست راست کاغذ چپ نه سمت راست کاغذ رو از روی ضلع این لوزیمون و یه مداد میکشم نگاه کن سمت راست یه خط تا روی همین یکی از ضلعای لوزیمون به امتدادش تا کن به امتداد آفرین برسه دقیقا به اون آخر یعنی دقیقا لبه سمت راست کاغذم میاد روی این لوزی تاش میکنه قشنگ با ناخون خط بکش بله پس کاغذ رو به صورت لوزی کاغذ رو به صورت لوزی افقی روی میز قرار میدی به این حالت تکونش نمیدی استاد آقای بهشه گفتن دوباره توضیح بدیم بله بله این قسمتشو دیگه یه مرحله قبل ترشو نه همینجا همین خب ببین این کتاب خورد اینجا درسته؟ سمت راست کاغذ و سمت راست کاغذ گوشه بالای سمت راست رو برگردون روی ضلع راست لوزی روی همون خط برش گردون تا امتداد تاش کن تا امتدادش به این حالا با ناخون خط بکش بله سمت دیگه کاغذم رو همون خط تا لوزی رو همون قسمت خط تا لوزی برش گردون قسمت روش برگردیم بله یه بار دیگه از اول این بعد این طرف اضافه ای که داریم دوباره روی خط همون لوزی تا میشه اضافه چنین شکلی بعد در بیاد بله بله چنین شکلی بعد در بیاد دوست اون برش هم کار کنیم بله یه بار دیگه این بله اون سمتش هم همین بعد چنین شکلی در بیاد شد لوزی میبینی؟ شد لوزی دوربین قطع شد دوباره صداش کن آقای رضوانیانو بگو بعدن تماس بگیریم خب از اول یه با توضیح میدید از اول کجا؟ چند مرحله عقب‌تر؟ استاد دوربین رفت استاد دوربین رفت
الان میاد سب کنیم دبا دارم بچه نه چیز دوربین گوشیه بچه سب کنیم بیان الان دوباره وصل بشه بچه ها الان در منزل چند نفر این که آنلاینی؟ میدونی میتونی بگم بسرد 13 نفر دو نفرش آقای شریفی هم دو نفر هم آقای بنجمالی میشه 13 نفر کلن بچه هایی که باشه الان 13 نفر در منزل هستیم بس یعنی آنلاین خب بذاریم مسئول فنیمون کجاست؟ مسئول فنی که قد شد بچه آیا میشه بدون تصویرم آموزش داد به نظر شما؟ نه نمیشه نه؟ بسا باقی یک پای به چپ و به راست بله سخت میشه راست بذار تصویر ماهواره‌ایمون بس بشه دوستان تصویر ماهواره‌مون الان کانال چندیم بچه الان کانال سرکوسره آفرین کانال سرکوسره میشه کانال چند هفته نه اصلا دوازده کانال دوازده بر دوازده خوشگله بر بیرزون آفرین نه تو کانال هشته بخاطر اینکه کلاس هشتمی نه بعد ببینید شما در چه ارتفاعی الان به سر میبرین در برج هستیم ما 11 طبقه چندم 11 خب شما طبقه 9 پس برج 9 اون که طبقه 11 برج 11 در ارتفاع 11 از آنتنمون داریم فعالیت می‌کنیم خب میتونین که بیان سمت بالکن بهتر تصویر منو ببینین یا یعنی تو بالکن منو ببینین درسته درسته چرا میگن استاد میگم منفی 11 طبقه منفی 11 نه استاد منفی 11 طبقه میتونی طلا پیدا کنی آها یعنی منفی 11 بری پایین بله استاد قشنگ به دسترسی به کارنامه ها داری استاد جانا چند نفر از بچه هایی توی مدرسه کرونا گرفتن خدا نکنه هیچکی ما که نکنه نه انشالله که کسی نگیره انشالله دعا کنید که سریع از این مملکت رخت برکنه بره و همه چی به حالت عادی برگرده مراقب خودتونم بعد خیلی باشین بچه آقای رزوانیان اومدن تو کلاس ما خب بذارین تصویر داره آماده میشه اصلا درسته که میگم معتادا نمیگیرن بچه خارج از بحث صحبت نکنیم من اصلا نمیدونم چنین چیزی هر چیزی که در رابطه با موضوع درس آفرین خب ما برگشتیم سر کار ادامه کارمون تا اینجا که بچه لوزی متوجه شدیم تا اینجا رو فهمیدیم درسته؟ بله بله خب میریم مرحله بعد بچه تمام این تایی که زدیم باز میکنیم مثل اول اولش یعنی کاغذ بشه مربع شه خب بچه چه شکل یتوش میبینین؟ لوزی یه لوزی میبینین؟ مثلث مثلث های غیر متقارن میبینین؟ متقارن میبینین الان این بچه ها نقشه شماره هفت کتابمون خب شروع کنیم مرحله اول از هفت شروع میکنیم میریم جلو خب یعنی هفت میشه شماره یک ما از این ببن خب یک ما میشه این خطه تا اینو به من بزنیم سمت راست بالای کاغذ تاش میشه شماره یک چی شد؟ همون که اول انجام دادیم؟ انجام ندادیم اول آها این یکیه خطه تا رو کلشو باز کن رو به خودت دیگر کن
کاغذت جا به جا نکن. بگیری مرتب. ببین کاغذت اصلا جا به جا نکن. ببین این تای اولم بود. تای دومم. سومم. چهارمم. درسته؟ حالا وا میکنم. وا میکنم کاغذ رو به همون ترتیب. کاغذ رو دستش نزن تکونش بده. این بود. اگه یاد باشه. تای من این بود. کلش رو وا میکنم. شماره هفت کارمه. شماره هفت هم میشه در از الان یک شروع میکنه. میشه شماره یک. با من تا کنیم. یک. تا کریم. دو میشه این. یه بار دیگه. یه بار دیگه. یک. همون خط تایه. من تایی به درست نمیارم. همون خط تاست. خط تایه قبله. فقط شماره ها عوض میشه. این میشه شماره یک من تا روبروش میشه شماره دو. این شماره دو. تا اینجا متوجه شدید؟ نه. شماره دو. همون دوتایی که آخر انجام دادیم. آفرین آفرین آفرین. پس این شماره دو. شماره سه. این خط تا بزرگ است. خط تا بزرگری بیا بالا. این شماره سه. درسته؟ سه خط تا بزرگه از طوله. سه رو که تا زدی کاغذتو اینجوری یه کوچولو به چرخون به سمت پایین. درسته؟ این میشه. استاد یه بار دیگه از اول میگید سریع رفتید. یه بار دیگه. خط تا یک. خط تا دو. خط تای سه. من چیزی به دست نمیبردم، همون خط تاست. خب برش میگردم به سمت پایین. این میشه. خب صافش کردم رو میز به این حالت. درسته دوستان؟ شکل زوزنقه است. درسته؟ نه شکل زوزنقه در اومد. حالا از وسط کارو تا کن. از وسط به صورت عمود خط تا بزن. از وسط بشن با ناخون. آقا روی هوا چرا تا میکنی؟ بذار روی میز. باری کردن بشن با ناخون خط میدازیم. بازش میکنی. یه خط تا وسط به دستونه. دوستان خط تا وسط رو زدیم؟ به همون حالت روی میز قرارش میدم. این خط تاییات بلنده رو زدیم. این بلنده. درسته؟ خط تایی بلنده. گوشه این بالا. این نوک تیز میبینیم؟ این نوک تیز بالا رو. نوک تیز بالا رو. برش گردونیم به سمت خط عمود. این خط عمود بچه مگه میبینیم؟ میبینیم؟ خط عمود وسط. خط عمود. که الان تا کردیم. آفرین خط تای عمود. بالای نوک تیز این بالا رو بیاریم برسونیم به این خط عمود. روی خط تا کن. نصفش به دست میاد. نصف این خط تای سه دوش. یک بار دیگه. نوک تیز این قسمت بزرگه بود که تا شده بود. نوک تیز این بالا. نوک این تیز بالا رو میرسونیم به خط عمود، خط وسط. مماس روی این خط قرارش بده و مماس روی این خط پایین افقی تاش بزن به این راحتی. خب متوجه شدیم؟ پس این خط تا به دست اومد، این خط تایه به دست اومد. این تا اینجا برش میگنم سر جای اولش. یه خطه تارم با یه مداد میزنم که بهتر متوجه شد. یه خطه تا میزنیم برش من سر جنبارش. دوستان عزیز زوزنقه ما سه تا مثلث مساوی داره. در اصل زوزنقه سه تا مثلث مساویه. این مثلث رو خطه تاشو به دست میاریم. این خطه تای اول میزنم بازش میکنم. خطه تای بعدی بعدی دقیقاً این گوشه قرار میگه روی این سمت. خط تاشو میزنم.
زوزنقه به همون حالت که نگرش داشتی از دو جهت اگر خط تاش زده بشه دوستان سه تا مثلث مساوی در اومده. مثلا یه بار دیگه انجام میدیم استاد. بله بله بفرمایید. میشه کاری کنید بعد اینکه مثلث این هرمو درست کردی یه دونه دیگه هم میشه درست کنید از اول؟ بله، چون به خاطری که چند تا از اینا باید درست کنیم. بله بله. الان که من تو لوله کاغذ اوریگامی گشتم قبلا داشتیم درست میکردیم ولی کوچیک بود، من الان دیدم داریم، از اون قبلا درست کردیم. خوبه. خب نگاه کنیم بچه ها، زوزنقه از سه تا مثلث تشکیل شده، سه تا مثلث مساوی. ببین یه دونهش برعکس رفته تو دل اون یکی، پس دو تا هم اندازه هم این سمت داره، یه دونه از بالا رفته. اگر نگاه کنین زوزنقه به سه تا مثلث تقسیم میشه. اگر من اینو به پشت تا کنم، نگاه کنین اگر به پشت برش گردونم، خط تا رو به پشت بزنم، ببینین مصد یک دو سه تا مثلث کیفیتش خیلی پایینه. حالا سه تا مثلث چه می‌بینین بچه‌ها؟ یک کیفیتش چیزه معلوم نمیشه کامل. الان بازم مشخص نیست کیفیت؟ الان باز بهتره. خوب شد الان سه تا رو فهمیدین چجوری به دست اومده؟ از سمت چپ و سمت راست من تا زدم. یک دو سه تا مثلث اینجاست. خط تا رو بزنم میفهمی؟ با مداد بزنم یه سمت این بر. شما الان یه تار رو انجام دادین؟ یه تار که خودش بود درسته؟ یه دونه سمت چپ رو من برگردوندم رو این سمت. ببین اینو زدم، تا زدم، این که خودش بود، من اینم زدم که بشه یه مثلث دیگه. الان زوزنقه من یک دو سه تا مثلثه. نگاه کن این یه دونه، این دو تا، اینم سه تا، درسته؟ این سه تا مثلث بچه بعد بشه یک هرم. به این حالت ببین بعد بشه یک هرم. چجوری بعد بشه هرم الان بهت میگم. خب این خط تای یادتونه بچه زدین؟ این خط تای، این خط تای در اصل قفل کار ماست، یعنی کارمون رو قفل میکنه تو هم. این همین خط تا، این کاغذ سه گوشه کارمون رو قفل میکنه. چجوری؟ الان میگه. خب ما اینو برگردونیم سر جای اولش. این مثلثا رو بچه ها به سمت پایین بیار، به این حالت نگرش کن. من مجبورم کاغذ رو به این حالت تو دوربین نشون بدم، چون باید اینا دقیقا میخوام کاغذ رو بیارم تو این چفت کنم نشونت بدم چجوری میشه. بله بله. چجوری شده؟ یه بار دیگه نگاه کن کاغذ زوزنقه شکل رو، دوتا گوشه های زوزنقه رو به هم میرسونن. وقتی برسونی بچه ها چه شکلی داخلش در میاد؟ یه سه گوش میبینی؟ یه هرم دیگه میبینی؟ از داخل یه هرمه. این سه گوش خالی رو تو دوربین من نگر میدارم، متوجه شیم؟ خب حالا نگاه کن یه بار دیگه، دقتت ببر بالا. این اضافه رو تو چشمت باشه، این اضافه همون خطه که میخواد قفل بشه تو همه، اینو نگاه کن. الان تو چشمت اینو نگردار، یعنی دقتت رو بیشتر ببر تو این کاغذ سه گوشه. این دوتا رو به هم بر میگردونم، درسته؟ نگرد میدارم پیش هم. این اضافه میبینی که گفتیم قفل کاغذه، گفتیم این تو چشمتون خیلی الان باید بیار، یعنی قشنگ تو چشمت نگردار. میخوایم این کار چیکار کنیم؟ یه بار دیگه باز میکنم دوباره. یه بار دیگه دوتا گوشه ها رو به هم میرسونم، فرضی به هم میرسونم، فرضی. خب فرضی به هم میرسونم. این اضافه که این داخل میبینی، این اضافه، این باید دوستان چجوری؟ الان یه خورده مبحثشون پیچیده میشه. نگاه کن این اضافه بعد برگرده بره تو این سمت. ببین
نکن این اضافه را بعد برگردین ببرین توی این قسمت چفتش کنین به این حالت برین تو لای دوباره بازش میکنم نگاه کن فلان نگاه کن چفت شدنش رو فلان نگاه کن ببین الان چفت شد تو یعنی قفلش کردن در اصل باز میشه یه بار دیگه انجامش میدم متوجه ببین با چی با یه حرکت جالب که رفت تو این هرم من چف شد ببین اصلا دیگه بیرون میاد چف شد ببین قفل شد تو هم چقدر جالب دوباره میارمش بیرون دوباره از اول خب تا اینجاش نگاه کن یه بار دیگه در اصل این سه گوشه که تا کردیم قفل هرممونه این سه گوش کوچولوه قفل هرمه با یه حرکت جالب میره تو قفل میشه پس اول اینو یه خود دقتت ببر بالا رو این سه گوشه من جای اول برش کردوندم گفتیم که بچه این زوزنقمون دوتا گوشه هاشو به هم میرسونیم فرضی سمت بالا و پایین اینو میرسونم به هم زمانی که برسونیم به هم شکل فرضیش میشه یه هرم دقیقا نگاه کن یه هرم اینجا نگاه کن یه هرم اینجا یه هرمه درسته؟ این اضافه رو یه خود دقت ببر بالا این گوشه اضافه که نکش زده بیرون اینو ما تا نکردیم هنوز ببینیم بچه ها هنوز تا نکردیم اینو ما باید بچه ها به داخل توش ببریم داخل توش یعنی کجا؟ یعنی این باید بره لای این اگه بازش کنم دقت کنیم ببین اگه باز کنم کاغذا این لبه تیزه زمانی که من هرم ها شدیدم باید بره لای این شکافه بره لای شکاف خب یه بار دیگه نگاه کن دوباره دوتا گوشه رو به هم میرسونم شد یه هرم تو انگشت تو کف دست شکل یک هرم رو ترسیم کن خب ترسیم کردی این بالا مداد میزنم توش نگاه کن این بالا مداد میزم توش این اضافه کاغذ رو باید با انگوشت برگردونی بندازی پشت این کاغذ نگاه کن برش کردونی بندازی پشت این کاغذ این یواش یواش ببر اون تو ببر لای اون تو قلش بده بره تو قشنگ میره اون توی شکاف تا ته زمانی که بره تو اون ته هرمت قفل میشه اینجوری میشه مایماک نمیشه یه خورده دقتت بر بالا دوباره از اول یه بار دیگه نگاه کن دوباره از اول بازش میکنم از اول یه بار دیگه نگاه کن اگر نگاه کنی که این در زمان باز شدنش نگاه کن این سه گوشه اینو نگاه کن این سه گوشه میبینی این سه گوش باید بره لای این شکاف سمت راست ببین این باید بره لای این شکاف سمت راست اینو تو ذهنت نگه دار خب این باید بره تو این شکاف پس این شکاف آخر کارته تو ذهنت اینا رو داشته باش بعد اینا رو الان به هم میرسونی نگاه کن میشه هرم چی گفتم به گفتم این بالایی میره تو این شکافه شکافه کجا بود؟ اینه دیگه این شکافمونه از زمانی که اینه به شکل هرم در آوردم این اضافه رو برمیگرم میبرم توی این شکافه شکافه اون توی دیگه مشخصه دو بار بدی داخلش میفهمی رفت اون شکاف کاغذم چف شد خیلی راحته اگر دقت کنی چی بهت دارم میگم راحت میتونی ببری تو شکاف استاد معلومه درست شد دو بار ببری تو دوباره بیار بیرون دوباره ببر تا یاد بگیری یه بار دیگه انجامش بده تا قشنگ تو ذهنت بره چجوری شد ببین با یه حرکتی رفت تو اون تا یه سمت راست چف شد از داخل نگاش کنی چجوری میشه ببین از داخل رفت تو اون شکاف پلش شدم تا طرف ببین کاغذی نمیبینی اینجا بلا تکلیف باشه رفت تو اون شکاف پنهان شد با همین حرکت این سمت کاغذم قفل شد. ببین دیگه اصلا بیرون نمیاد. قفلش کردم. خب. از این هرم بچه ها چهار تا شروع کنیم به درست کردن. واسه یه دونه دیگه میسازیم. بله باید درست کنم. چون بعد هرم رو انجامش بدیم. دوباره از اول.
استاد مال شما چفت چفت میشه، ولی برای ما که میره اون تو یکم از دقل باز یکم. خب ببینید، میدونیم برای چی اتفاق میفته؟ اتفاق میبره چی میفته؟ فقط اون خط تایی که از اول اول زدی، خط تایی که من گفتم دقیقا بعد روی خط تا قرار بدیم. اگر شما رو اون خط تا قرارش ندیم، یه میلیمتر کج تا بشه برسه به اینجا، معلومه خطات میشه 3 میل 4 میل. پس الان یه دونه که درست کردی و حالا کاری باش نداریم، اون چند تای دیگر رو دقت بر بالا. پس از اول دوباره مستطیل تا بکن. استاد کاغذ آچار با این میتونه اینم مشکلش باشه کچه هرممون. شما داری الان با آچار این کارو میکنی، نمیتونی که. ببین این کاغذهای اوریگامی که الان جا میبینی، اینا دقیقا بچه اندازه هاش 100 میلیمتر دقتش بالاست، یعنی شما اضافه تو این کاغذ نمیبینی تا میکنی، ولی شما این کاغذ آچار رو داری تبدیل میکنی به یک مربع، بعد میخوای مربع دقیق باشه، نمیشه دیگه، درسته؟ پس فعلا خطا داره کار شما تا زمانی که کاغذ اوریگامیه، اوریگامی تموم شد؟ خب بچه ها، چون زمان اوریگامی تموم شده، این مراحل بعدی رو تعداد دیگر رو در منزل انجام بدین. فقط من بگم این چجوری تو هم میره، آخرش بگم چون کار اوریگامی زمانمون به پایان رسید. چهارتش نمون شد برمون. خب حالا باری کله که تموم شد. ببین بچه ها، گوشه هرم اون 1 2 3 تاست. ببین این سمت مستطیل ما، ببین این مستطیل ما. استاد میشه یه پرسری انجام بدین؟ دیگه نمیتونم برگردم، الان وقت اوریگامیم تموم شد. ببین فقط من این هرمو بگم که این قسمت مستطیل دو طرفش، یه قسمتشو اگر وسطشو باز کنی، یه جداره میبینی که اینجا دیگه به اتمام رسیده. نگاه کن تا اینجا، یه کدوم از این قسمتی سبو شده، بعد بدی داخل این. ببین ببری داخل این، پلش بدی بره تو این بشه، یعنی بره داخلش اینجوری بشه، مثل اون مکعبه که درست کردیم. آفرین. ببین این 3 تا گوشه ها بعد بره داخل این. ببین دوباره یه بار دیگه نگاه کن، این سمت مستطیله، یه سمتش، ببین دو طرفش نه، یه سمتش اینجوری انتهاش محدوده دیگه، داخل نمیره. این قسمتشو باید این 3 گوش بره داخل این، مخفی شه. ببین بره تو این چفش به این حالت، خیلی راحته. این شد دو طرفش، یه سمت دیگه میدم داخل. دوستان چون وقت اوریگامی تموم شده، ما بعد این مبحث رو تمومش کنیم. خب ببینیم بچه ها، این هرممون یه سمت گوشش درست شد. شما هم حالا اون قسمت 4 تای هرم رو دوباره درست کنیم، با این 6 تا ببریم داخل هم. خب خدا قوت.